خوشامدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مرور مطبوعات این هفته از اخباری میگوییم که دنیا نگرانش بود و در مطبوعات ایران غایب بودند. و نگرانی رهبر از مسئله زبان فارسی. و در ادامه برنامه 60 دقیقه فصلی 9 پاسخ به سوالات شما درباره سری جدید برنامه 60 دقیقه. سلام آقای بهنود. خبرهایی که از ایران می اومد ریز و درشت همینطوری بود، از تنشی که همچنان بین ایران و آمریکا ادامه داره، ولی نسبتاً در اخبار مطبوعات ایران کم رنگ بود، از صحبت‌های آقای خامنه‌ای در مورد زبان فارسی، و از طرف دیگه خبری اومد از خانومی که در ابیان آواز می‌خوندن و مثل اینکه حکم قضایی براشون صادر شده، و وضعیت نگران کننده مطبوعات. بله دیگه، در حقیقت مجبور میشیم که ما هم مثل بیشتر مطبوعات تهران در هفته‌ای که گذشت از مسائل جدی وضعیت خاورمیانه و خطراتی که کشمکش ایران و امریکا همه رو نگران کرده، ما هم دور شیم بریم، به خاطر اینکه اگه بخوایم نشون دهنده اون چیزی باشیم که روی میز روزنامه‌فروشی ها گذشت، در حقیقت همونطور که شما گفتید غیبت این اخبار نگران کننده بود. خب میخوای شروع کنیم با روزنامه سازندگی. از قول ترامپ میگه به ایران حمله نمی کنیم. سازندگی برخوردش حرفه‌ای تره، یعنی در حالی که به این توجه عمومی کرده است که مسائل تشنج‌آمیز رو خیلی مطرح نکنم که ممکنه یه خواستی هم از طرف حکومت یا دولت بوده باشه، در این حال از قول نیویورک تایمز اون خبر رو داده، ولی تصویر اصلی رو داده به تصویر آقای مرادی کرمانی، نویسنده مشهور و دیگه الان صاحب نام در سراسر جهان، به خصوص در زمینه ادبیات نوجوانان. خالق داستان‌های مجید هستند دیگه. بله دیگه. ایشون اعلام کرد که خداحافظی میکنه. وقتی هم پرسیدن چرا، با نویسندگی پرسیدن چرا، گفتش که من از اول نمیخواستم که متوسط بشه کارم. واقعش این است که آخرین قصه که از ایشون خوندیم، تیخیار، خیلی قصه خوبی بود. من نمیدونم چرا ایشون انقدر سختگیر شد نسبت به این ماجرا، ولی به هر حال روزنامه سازندگی کار درستی کرده. این موضوع و هم لایحه حقوق شهروندی که قوه قضاییه گفته تو دستور قرار دادیم، موضوع مهم هفته بوده. آقای رئیسی در هفته که گذشت همینطوری گفتن که از آزادی بیان حمایت میکنن، که حالا میرسیم میبینیم که احکامی که برای روزنامه نگاران صادر شده چطور هست. روزنامه جوان رو ببینیم که باز خیلی فضا رو، خب این برای جوان یه ذره بدیه. بله. یعنی خودش خوب جوان، در حالی که تشنج انقدر نبود و ایران هم توی صفحه اول همه رسانه‌های جهان نبود، جوان به تنهایی خودش تند بود، یعنی تهدید می‌کرد و از قول افراد مختلف و اینا، ولی نه، این روزنامه همچنان که دارید می‌بینید روزنامه آرومی است که حتی در وسط چم آقای ظریف داره میگه یقین داریم جنگ نمیشه، روزنامه آرام کننده است. خلاصه اصولا هفته‌ای که گذشت یه ذره تمام دنیا انگار نگران این بالا رفتن تنش بین ایران و آمریکا بودن. بی بی سی عربی هم یه مصاحبه‌ای داشت با در واقع وزیر خارجه عمان که به ایران سفر کرده بود، و جمله که از ایشون نقل شد این بود که اگر که جنگ بشه، بحث یه روز و دو روز و یه هفته و یک ماه و دو ماه نیست، بحث بودن و نبودنه، و این رو دنیا داره مدام بزرگ میکنه و تاکید میکنه که این تنش‌ها باید بیاد پایین. و خب یه ذره از روزنامه جوان هم یه چنین آرامشی، خب به خصوص که اون سرمقاله غرورآمیزی که وجود داره، اون هم داره به یک جایی احساس افتخار میکنه که خیلی هنوز معلوم از نیستش. از آقای عباس حاجی نجاری، مقاومت فعال در مساف اراده ها. بله، اون وقت مثالشون برای این کار هیچ کدوم از این حوادثی که تیترهای دنیاست نیستش، بلکه اون پیغامی است که دولت ایران فرستاد برای کشورهای اروپایی و 60 روز بهشون مهلت داد برای اینکه تکلیف خودشون روشن کنن. نوشتن که این خلاصه مقاومت فعال هست اسمش. بریم روزنامه ایران رو ببینیم. باید از ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده کنیم. دوچرخه سواری بانوان
ممنوعیت یا محدودیت، سهمیه بندی، آزادسازی، داستان اسید پاشی در مجلس، مصاحبه آقای داوری درباره اخلاق و مصاحبه آقای خانیکی درباره مبارزه علیه نومیدی، و باز هم اون خبرهایی که ما ازش صحبت میکنیم که رسانه‌های جهان دارن با نام ایران، تو روزنامه دولت هم نیست. البته اون بالا تو اون تیترهای بالا میبینید. یه چیزی هم که اشاره کرده بود روزنامه ایران، سرمقاله هست با نام امیدواریم بدتر از این نشود، به وضعیت در واقع کسانی که محکومیت کیفری دارن اشاره میکنه و این قانونی که گذاشتن که فقط میتونن از 20 وکیلی که مورد تایید قوه قضاییه هستن استفاده کنن، و اینکه چقدر این قانون میتونه روند قضایی رو به قول معروف دوچار مشکل بکنه و یه ذره عدالت ممکنه رعایت نشه، این رو خیلی قشنگ بررسی کردن تو این سرمقاله. ببینید، بذارید در طور خلاصه‌ای که شما گفتید درس کنم. من به نظرم میرسه در این اولین بار مشاورین ایشون و اصولا تنظیم کنندگان کار درست عمل نکردن. چرا؟ به خاطر اینکه معمولا یه چیزی که در اینجور مواقع لازم است، به خصوص کسی که اول کار هست، اینه که وارد حوزه‌هایی که خیلی توش مسلط نیست نمیشه. از جمله حوزه‌هایی که توش مسلط نیستم روزنامه، مسئله رسانه هاست. یعنی پیداست که آقای رئیسی که از ایشون به عنوان قاضی و چه صحبت میکنن در این مورد وارد نیستن. چند تا توی مصاحبه حرف زده شده. یکی از اون حرفایی که زده شد این بود که ایشون خیلی تشویق کردن به اینکه رسانه‌های نظام باشید همتون. خب نمیدونم واقعا این رو کی از کجا در آورد که اگر شما بگویید دنیا داره به سمت این میره که باید رسانه مستقل باشه. چهارم چی میشه؟ این بله. نظارت دائمی چشم‌های مردم چی میشه؟ حتی قانون اساسی خود جمهوری اسلامی چی میشه این وسط که همه یه روز رسانه‌ها رسانه‌های نظام باشند؟ یه حرف عجیبی است که زده میشه، جز حرفایی است که میشد نزد. بله. و همزمان این لایحه جدیدی هم که ازش صحبت شده است بحث برانگیز شده که به قول شما سرمقاله ایران راجع به اونه و میترسه و اوضاع بدتر بشه. تا الان اینطوری بوده که وقتی کسای روزنامه‌نگار، فعال سیاسی، هر کی از این قبیل میرفتند اونجا، اصولا انگ تشویش افکار عمومی و به هم زدن امنیت ملی نمیشد و تبدیل میشدن به زندانیان امنیتی. و بعد هم حالا ما ها اعتراض میکردیم که چرا، من به عنوان شاهد عرض میکنم، اون بعضی که مثلا یک ماه یا دو ماه بود تو زندان بودیم، یه روزی خلاصه همسر من ایزه دادن با یه آقای اومد، گفتن ایشون وکیل شماست، و تو مدت هم که سراغ ما رو نگرفت. انقدر این قضیه عادی شده که همه حرفشو میزنن ولی قوه قضاییه عادی کرده قضیه رو که وکیل ندارن. تازگی هم که در آخرین روزهایی که آقای لاریجانی میرفتن که اوضاع رو ذره سخت‌تر کرده، گفته فقط یه وکیلای خاصی رو اینا میتونن انتخاب بکنن. بله. حالا در این زمان این لایحه که بگوید که در یه مدتی میشود محکومین امنیتی رو بدون وکیل تو زندان نگه داشت، به معنی در حقیقت این استش که بازجو هر کاری میخواد بکنه بکنه دیگه. یعنی سادهش اینه، گرچه ممکنه پشتش این باشه که بهتر از پیشه. سرمقاله ایران هم به درستی میگه میترسم که اوضاع بدتر شه چون حالا دیگه قانونی شد. بله. بریم روزنامه ابتکار رو ببینیم که در مورد حرفای آقای خامنه‌ای اون گوشه و اینکه نگران زبان فارسی هستن. بله. اولا خود این که وقتی ایران روی خبرهای بین المللی نگران کننده هستش، ایشون فرصتی پیدا کردن که با شعرا و اینا صحبت بکنن، که البته ما شاعر مشهور صاحب نام هم تو اون جمع تو تصویر و فیلم ندیدیم، ولی به حال این خودش حالا خبری جز خبرهای عادی. ایشون علاقه به این کار داره و هر سال هم این کار میکنه. بعد ایشون وارد مبحث زبان فارسی شد و به خصوص به صدا و سیما ایراد گرفت که اینطوره بسیار حرف درستی بود، بسیار حرف پسندیده‌ای بود. انقدر اگزاژره و لاکچری و اینا تو بیان‌های اصلاح اصولگراها اومده که اصلا آدم تعجب میکنه. روحانیون بالای منبر دائما لاکچری میگن. خب این که اصلا معمول نبود. بعد ولی ایشون وقتی به مثالا رسید، خیلی جاهای بهتری وجود داشت. مثلا فرض کنید که کشور همسایه ما افغانستان در مقابل اینها خب این مقاومت‌های خیلی جالبی کرده. یعنی فرهنگستانشون برای همه اینا اسم گذاشته و بیشتر لغات همینطوری به راحتی نمیاد. از اون طرف مصر، اینا مثالای خیلی خوبی است. همون جایی که ایشون اشاره کرد بهش، تلفن و تلویزیون و رادیو و
و یه حرف عجیبی مثل رادیان و تلویزیون اینا زد کرد، البته به عنوان کفش گفت، به عنوان حداقل گفت. مثلا توی مصر به تلفن میگن هاتف و نمیگن تلفن یا تلفن یا رادیان. به نظر میرسه مثال بهتری هم وجود داشت. عادتا بریم شرق رو ببینیم آخرین در آخر هفته. شرق همچنان اصلاح طلب باقی مونده دیگه، و همچنان هم شاید بشه گفتش که از معدود روزنامه های هفته بود که در وسط صفحه شرق و اعتماد هم که این موضوع رو به هر حال موضوع جهانی رو زنده نگه داشتن. موضوع نشست کنگره آمریکا که در واقع داره موضوع میگه جنگ طلبان. یعنی در موقعی که او منتشر شد، این دوتا جلسه ای که تو کنگره آمریکا شد بسیار مهم بود که همه میگن بعداً عوارضش معلوم میشه. بنابراین این شهر دیده و اینو در وسط گذاشته، غیر از این که حالا مسائلی مربوط به این که بالاخره این تکلیف این لیست سیاه FATF چی میشه توی مجمع تقسیم مصلحت چی میشه و اینا هم از اون حرفایی است که دور بر داره. این هم لایه هایی که مونده و باید ببینیم که چه اتفاق میفته. آقای بهنود، بر میگردیم و برگزیده ها مجله ها رو با هم نگاه میکنیم. اما در هفته گذشته سری جدید 60 دقیقه با ساختاری جدید شروع به کار کرد. تا لحظات دیگر آیدین صالحی از سردبیران این برنامه اینجاست تا به سوالات شما درباره تغییرات در 60 دقیقه پاسخ بده. سلام آیدین، خوش آمدید به برنامه دیدبان و خسته نباشید به خاطر 60 دقیقه جدید. خیلی متشکرم. واکنش نسبتا زیاد بود، خیلی ها تعریف کردن. اینجا ما به انتقاد و قرار جواب بدیم قاعدتا. توی توییتر نیکو پرسیده که خب اصلا الان چه فرقی کرده جز اینکه یه مجری شده. این داستان یه مجری رو خیلی ها پرسیدن، مثلا از جمله پوریا که گفته که خوبه کلن ولی کاش که دوتا مجری بود. چرا یه مجری شده؟ در واقع ما یک برنامه‌ای می‌خواستیم، یعنی فکر کردیم که 60 دقیقه جدید باید یک برنامه‌ای باشه که مجری درش از خبرخوانی فاصله بیشتری بگیره و به اجرا نزدیک‌تر بشه. یعنی فکر کردیم که اگر بخوایم برنامه مدرن‌تری داشته باشیم باید از فضاهای توی استودیو بهتر استفاده کنیم، به فراخور هر در واقع خبری بتونیم یک بخش گرافیکی، یک المان گرافیکی اضافه کنیم به تصویر. یک بخش، حالا اگر که برنامه جدید رو دیده باشن بیننده ها، یک بخش مثلا صفحه لمسی داریم که مجری در واقع اون رو اجرا میکنه. در واقع بخش گزارشدهی مجری، بخش گزارشگری مجری، بخش اجرای مجری توش پررنگتر شده و همونطور که گفتم توی فضاهای مختلف استودیو در واقع بخش های مختلف برنامه رو اجرا میکنه و همین در واقع اجرا کردنش با یک مجری این امکان رو به برنامه میداد که تمرکز بیشتری داشته باشه و کار بهتری در بیاد. دلیل عمدش این بوده. خب خیلی عمالی. استاد مرغی گفته که باز در توییتر که متاسفانه فقط دکور برنامه عوض شده و محتوا همون محتوای سابقه. ما برای محتوا در واقع شما چه کردید؟ ما هیچ کاری نکردیم. نه، واقعیت اینه که برای هر برنامه 60 دقیقه واقعا هفته ها قبل دست کم شروع میشه برنامه ریزی شدن که در اون روز چه اتفاقهایی داره میافته و چه کار باید کرد، چه گزارش هایی باید آماده بشه و هر برنامه 9 ساعت قبل از شروعش در واقع وقت تولید داره. اما فراموش نکنیم که برنامه در نهایت فرزند خبر روزه دیگه، یعنی ما برنامه رو میچینیم فکر میکنیم که آغازش متفاوته، پایانش متفاوته، بعد آقای ترامپ خب یک توییت میکنه و از اول تا آخر برنامه تغییر میکنه. یک بخشش رو در واقع از توان همه خارجه که بخوایم محتوا رو به اون شکل تغییر بدیم، مگر اینکه بخوایم محتوای خبرهای روز رو عوض بکنیم که باز اون هم از 60 دقیقه برنامه. واقعا یکی از کارهایی که ما باید تو دیدبان بکنیم یه پشت صحنه بسازیم فقط از برنامه 60 دقیقه و از همین والی که استفاده می‌کنید، یعنی از همین دیواری که استفاده می‌کنید که چقدر مشکلاتی میتونه پشت داستان باشه که خیلی‌ها نبینن. خیلی مشکلات و قسمت‌های بامزه‌ای داره. اولا اینکه مجریای ما خب اول چون موضوع جدیدی بود خیلی ازش می‌ترسیدن. حالا یه خاطره هم بگم، ما شب اول یا دوم بود که داشتیم تمرین می‌کردیم دیوارو و جمال الدین موسوی قرار بود چند تا کشتی بکشه در خلیج فارس. در یکی از تمرین ها که خب این کشتی ها خیلی خوب سر جاشون بودن، یکی از این کشتی ها چسبید به دست جمال
و اشتباهی افتاد وسط پاکستان، دقیقاً وسط خشکی خشکی. یعنی اون جایی که فکر می‌کنی همه چیز داره خوب پیش میره، یک دفعه یک تغییر اینجوری، یک اتفاق اینجوری میتونه همه چیز رو زیر و رو کنه. بعضی اتفاقا خیلی من خودم چون خیلی گزارش داشتم روی این دیوار، واقعا یه روزی ازش یه کتاب می‌نویسم از خاطراتم. چند جلدی میشه نوشت؟ بیشتر از یک کتاب. بهداد گفته که ساختار جدید خوبه ولی نتونسته اون راحتی و دوستانه بودنی رو که احتمالاً مد نظر شما بوده رو برسونه. بعد گفته که بنفش هم جذاب نیست. بنفش که جذابه، چون برنامه دیدمان هم بنفشه و شما باید کپی رایت ما رو بدین. 100%. در مورد رنگ اگر بخوایم صحبت بکنیم، ببینید 60 دقیقه در واقع یک خواهر یا برادر بزرگتر داره در بخش انگلیسی بی بی سی که برنامه نیوز نایت هست و یکی از خب برنامه های پرطرفدار بی بی سی هست، یک برنامه تحلیل خبری خیلی شبیه 60 دقیقه، و رنگ هاش رو در واقع از اون برادر یا خواهر بزرگترش قرض گرفته. اما در مورد شیوه اجرا، من فکر میکنم که چه اجرای برنامه، چه محتوای برنامه، چه فرم برنامه، در واقع این آغاز یک راهه که به تصور من اتفاقهای بزرگش، اتفاقهای بهترش در ماهای آینده خواهد افتاد. یعنی خواهید دید که همین فضاها، همین فرمی که داریم ازش صحبت میکنیم و همین محتوایی که میگیم براش ماها و هفته ها برنامه ریزی شده، در واقع چی هست و چه تغییراتی کرده. شاید 6 ماه دیگه من و تو اگر که بشینیم در مورد 60 دقیقه حرف بزنیم، اصلا در مورد یک برنامه کاملا متفاوت با امروزی که 8-10 برنامه ازش گذشته مواجه باشیم. حتما، و من امیدوارم که موفق باشید و این برنامه مدام بهتر و بهتر بشه. مرسی که اومدی به دیدمان. آیدین صالحی از سردبیران برنامه 60 دقیقه. آی بهنوت، عکسی آوردین از مطبوعاتی که روی میز کیوسک‌های روزنامه فروشی میرن. ببینید، فکر کردم که امروز چند تا موضوع راجع به مطبوعات رو هم بگیم، ازش نگفته نگذاریم. اوضاع مطبوعات واقعا بده، و به خصوص که هم مجلات اوضاعشون بده، هم روزنامه اوضاعشون بده. روزنامه‌ها به یه معنی بدتره، به خاطر اینکه در این وسط زیان دیده بزرگند، هم کاغذ نیست، هم خریدار نیست. خریدار خیلی مسئله مهمیه، نیست. وقتی خریدار نیست، آگهی هم کم میشه. بنابراین خیلی هم عجیب نیستش که آدم مثل سعید برآبادی، نویسنده روزنامه نویس خوب، مینویسه که ماشین خواهرم رو باید بگیرم برم اسنپ کار کنم. و اینطور که ما میشنویم، این خبر کمابیش خیلی زیاده، به خصوص خانم هایی که در روزنامه کار میکنن. به حال بحران جدی وجود داره. همزمان انصاف نیوز یک فهرستی منتشر کرد که البته گفت که به صلاح آمار رسمی نیست و جا گذاشت برای اینکه کسی میخواد توضیح بده، و تو اون فهرست میخواین اون فهرست رو هم ببینیم تیراژ چقدر وضع وحشتناکی داره. اینو چند ماه پیش هم دوباره یه چیزی در اومده بود که واقعا اصلا عجیبه. مثلا من یه روزنامه هایی رو یه جوری آدم باورش نمیخواد بشه، انگار که ما به خصوص توجه داشتیم بعضی از روزنامه‌هایی که شما دارید با تیراژ بسیار کم تو این فهرست می‌بینید، که البته این اول فهرسته، بنابراین نیستشون روزنامه‌های مثل مثلا روزنامه شرق رو نوشته 6000 نسخه. بله، البته بعد شرق توضیح داده است که یه کمی بیشتره. توی تجنظری که تو این فهرست شد، بعضی از روزنامه‌ها نوشتن که تیراژشون بیشتره، و پیشنهاد انصاف نیوز رو برای اینکه بیایم و کنتور چاپخونتون رو ببینیم رو قبول کردن. عالی. و همینجهت هم اون تقدیم. ولی بعضیا مثل روزنامه جوان، نه، بیانشون تحکمی بود، گفتن اینکه آمارتون غلطه و هیچ هم صحبت راجع به اینکه چی درسته و بیان چاپخونم نکردن. مثل دیگه مثلا روزنامه اعتماد میگه روزی 700 نسخه توی مجلس توزیع میشه و کل تیراژ حالا غیر رسمی که داره میگه 3200 نسخه است. یک طرف دیگه قضیه اینه که این دستگیری‌های اخیر دستگیری‌هایی است که از توی روزنامه‌ها گرچه نیست، خب روزنامه‌ها خودشون مرز کافی مصیبت دارن، ولی از کسانی است و از جمله روزنامه‌نگارانی است که تو شبکه‌های مجازی حرف زدن، مثل مسعود کاظمی. مسعود کاظمی فقط بگیم که الان دوباره زندانی شدن
و مثل اینکه به 10 سال زندان هم محکوم شدن و 1 میلیارد هم ازشون وثیقه خواسته شده. یعنی برو زندان، چون معلومه که او 1 میلیارد نداره که. نکته دیگه هم آقای کیوان صمیمی سردبیر ایران فردا هستن که هنوز بازداشتن. مرضی امیری روزنامه نگار شرق هنوز در بازداشت. ولی به نظر میسه توجه قوه قضایی به شبکه‌های اجتماعی زیاد شده، یعنی در حقیقت الان اون بخش داره فعال کار میکنه. خب این باز میشه همون تضاد بین حرفای آقای رئیسی که میگن حمایت میکنن از آزادی بیان دیگه، ولی در عمل ما میبینیم که وضعیت حداقل روزنامه نگارا وضعیت خوبی نیست. به حال وضعیت خوبی نیست از هر جهت که بگیریم، هم از جهت اقتصادی، هم از جهت اعتماد عمومی و هم از جهت فشار. بله. خب بریم همشهری جوان رو ببینیم با عکس ساسی مانکن. این ساسی مانکن اصلا داستانی شده. بله دیگه وقتی رفتش روی جلد دیگه شما قبول کنید که حالا یکی از مشاهیر شده. اون بالا زنگ اول املا، دوم انشا، زنگ تفریح ساسی جنتلمن، چهارم ریاضی، پنجم ورزش. بعد دیگه اون کلماتی که استفاده میشه، آقامون، نمیدونم این خانومم، بعد آخرش نوشته همه رو نرخصون. حالا بر خود این اومدنش روی جلد، اونم یه نشریه مثل همشهری جوان، همشهری چنان که دارید میبینید، اینجا برنامه کلاس هم دارید اون بالا میبینید. بله گفتم اون وسط تزنگ تفریح ساسی جنتلمن. یه دوست معلمی من دارم که توی دبستان درس میده، حالا واقعا نمیدونم دیگه این راوی اونه، میگه که بعضی وقتا ما زنگای تفریح یعنی اصلا رومون و معلم ها برگردونن، این بچه های کوچولو موچولو شروع میکنن ساسی مانکن خوندن. آقای احسان رستگار که سردبیر است میگه که اسم مقالش هست فساد و اختلاس تربیتی جنتلمنانه. میگه آهنگ رو تا به حال نشنیده بودم، خواننده گفته بود با صدای بلند گوش کنید، حتما رقصتون میگیره. بنده هم گفتم چشم، گوش کردم، رقصم نگرفت. فکر کنم اشارش به اون کامنتیه که ساسی مانکن به آقای مطهری نوشت که گفت آقا شما گوش کن ببین میرقصه یا نه. اینه. میگه شدت پلشتی ترانه باعث رعشه ممکن شد، ولی رقص نه. صحنه رقص بچه های دبستانی با این آهنگ رکیک و جنسی اومد جلوی چشم. این هم یه نوع اختلاس بود، اختلاس از گنجینه فرهنگ ایران. لعنت بر اولین کسی که این نگاه احمقانه و مبتذل و سرشار از مغلطه و فرافکنی رو باب کرد. البته خب خوبه، یعنی هم سرمقاله به این موضوع فوش داد و ناسزا گفت و اینا بهش، هم روز جلد گذاشته که به حال خوانندگانش و طرفدارانش رو جذبم میکنه دیگه. بله. بریم نشریه سان رو ببینیم، فصلنامه ادبی که واقعا وزین رو خیلی بله دیگه هست. این داغ دلی که از رفتن از همشهری تو دلشونه ظاهرا این تموم نمیشه. سردبیر که مقصود آرش صادق بیگی است که آخرین سردبیر همشهری داستان هم بود، میگه بهار رو بهانه کردیم، موضوع رو گذاشتیم رو تغییر، تغییری که خیلی وقت از خودمون شروع شده. ما آدمای مجله دیگه‌ای بودیم، سالها مقامات عوض می‌شدند، ولی دست به ترکیب ما نخورده بود. حالا به مناسبت‌ها و مصلحت‌ها گفتن زیادید و باید کم بشید، و به ما که سالها خودمون زوائد رو پیراسته می‌کردیم تو صفحه می‌ریختیم گفتن قبول نکردیم. ما نزدیک 9 سال یکی کمتری که بیشتر یه تیم بودیم، دایره‌ای با شعاهای متفاوت، بردهای متفاوت در خدمت روایت. هر کسی لحظه ساده ناب از زندگی رو دنبال می‌کرد و می‌رفت، ولی حالا ندیگه. با این مقدمه شروع کرده و درد خودش رو یاد آورده. بعد سان رو هم یادتون باشه که یهو ذهنمون نره به آفتاب. سان، این سان رو به معنی شبیه می‌گیره به سان خیال. بله. و بنابراین اونجا توضیح داده. این شروع می‌کنه با یک شعری از پرویز اسلامپور، جلوتر یه شعری آورده بود در اون مقدمه، بسیار تکه کوتاه از شعرهای کوتاه بیژن الهی که واقعا دردناک بود نبودنش. ای در خیال شیشه مانده به زندان، ما بی تو خوش نیم، تو بی ما چگونی. حالا اون یه دونه هم که شما انتخاب کردیم بگی. من یه یادداشت دیدم از سالار عبدو که برام جالب بود، برای اینکه آقای عبدو اصلا نیویورک زندگی میکنن و اگه اشتباه نکنم نویسندگی خلاق هم درس میدن.
یادداشت بسیار خوندنی هست که ایشون در واقع درباره مواجهه با مرگ برادرشون نوشتن، خیلی مفصله، از خاطراتش با برادرش، اینکه چطوری وقتی عصبانی میشد، وقتی این ناراحت بود به دادش میرسید و میگه که اندوه میتواند اشکال مختلفی به خودش بگیرد، انگار قدم گذاشته ای در یک غار، هرچه جلوتر میروی نور کمتری هست برای اینکه راه را ببینی. و در واقع یه جوری از مواجهه با این به قول معروف اتفاق تلخ نوشته. بله. خب این کارتون آخرم عجب کارتونی از سلمان طاهری. بله. انگار که اون بالای خیمه شب‌بازی هست و اینا عروسکای هستن که نخاشون دست یکیه، ولی نه اون یارو میدونه چه خبر اون بالا نه. بله، از قدیم هم میگفتن که یکی از دشواری‌های اون شغل یعنی عروسک گردانی موقعی بودش که این نخا به هم گره می‌خورن. چه برسه که این همه گره بخورن. و در نتیجه همه اون آدمایی که اسیر این عروسکی هستن نخشون به اون بالا وصله، اولا نخشون از بالا قطع میشه وقتی گره میخورن و بعدم اینکه هر کدومشون به یه طرفی دارن میرن، همدیگه له میکنن، سر همدیگه داد میزنن که پاش بالاست که دره این وقتی گره خوردن. بلست چیز اوضاع بلا تکلیف به هم ریخته است. بله، بازم ممنون آقای بهنود و ممنون از شما، مرسی که با ما بودید. منتظر نظراتتون درباره تمام برنامه‌های بی بی سی فارسی هستیم. راه‌های تماس ما براتون بازه. همینطور که الان می‌بینید کافیه که به بی بی سی دیدبان توییت کنید یا به تلگرام بی بی سی فارسی با شناسه @BBC شما برامون پیغام بذارید. یادتون نره پیغاماتون رو با هشتگ دیدبان برامون بفرستید. از طرف خودم و آقای بهنود همینجا با شما خداحافظی می‌کنم. تا هفته آینده شب و روزتون خوش.